دوستان گرامی بیننده، درودهای فراوان بر شما. در برنامه قبلی راجع به وینستون چرچیل صحبت کردم و جنایاتش رو امروز یه مقدارش رو برای دوستان عزیزم توضیح میدم. اگر کسانی هستند که هنوز فریب دروغ‌های بی بی سی و وایس آف امریکا و جاهای دیگر می‌خورن، آگاه باشند که اینا که میان از یک شخصی مثل وینستون چرچیل، جنایت پیشه‌ای که در تاریخ بی بدیل بوده، واقعا نمونه ای نظیرش نبوده، بیان و تعریف کنن و این رو مرد سال، مظهر صلح و آشتی در قرن اخیر بوده. واقعا خنده داره چطور با چه وقاحتی این دروغ‌ها رو به ما تحویل میدن. درباره چرچیل جنایتکار، امپراتوری خبیث انگلیس و نوکران خوشخدمتش عناوینی به او دادند که بجز لاف و گزاف و دروغ بیش نبود. خوشبختانه چون این تاریخ زیاد کهنه نیست و سخنان چرچیل خبیث و اعمالش در ویدیوها و در فیلمها و اینا دیده شده، طرز فکر اهریمنی و جنگ طلبانه‌اش توسط خود غربی های روشن فکر صلح دوست تمام ثبت شده در تاریخ. نمونه ای عرض کنم خدمت دوستان عزیزم. قبل از جنگ دوم جهانی، چرچیل با موسولونی فاشیست ایتالیا ملاقات میکنه در ایتالیا و چقدر از او و فاشیست حمایت، تمجید و تحسین میکنه. اما این روباه دروغگو در حین جنگ جهانی دوم، اون قبل از جنگ جهانی دوم، قبل از که جنگ شروع بشه، از فاشیست اینطور تعریف و تمجید میکرد. حالا در حین جنگ جهانی دوم، وقتی کار به جایی میرسید که هیتلر فاشیست ایتالیا، فاشیست که اینا با هم متحد شده بودن، فاشیست آلمان، وقتی معاون خودش رو میفرسته به انگلیس که پیمان صلح ببندند و جنگ رو متوقف کنند، همین چرچیل جنایت پیشه دستور میده معاونش رو میگیرن و زندونی میکنن. یعنی چی؟ معنی این یعنی چی؟ یعنی اینکه به جنگ ادامه بدیم. یعنی جنگ رو میخواستن ادامه بدن. یعنی اینکه واقعا اگر دقیق آدم نگاه کنه، جنگ دوم جهانی رو باید ببینه چه کسایی. هیچ کسی نمیتونه به جز امپراتوری خبیث انگلیس این جنایت رو علیه بشریت کرده باشه. این یه نمونه از روبه صفتی و خوی جنگ طلبانه چرچیل است. بنابراین خواستار ادامه جنگ بودن یعنی کشتار میلیون ها انسان، خرابی ها و اثرات مخرب جنگ برای نسل های بعدی و نسل های بعدی. آیا این خصلت وحشیانه یک جانور نیست؟ در سن 47 سالگی وزیر جنگ انگلیس خبیث بودن یعنی چی؟ این آدم در 47 سالگی وزیر جنگ بوده در انگلیس. یعنی جنایتکارترین مرد تاریخ رو باید امپراتوری به خدمت بگیره. بنابراین دیگه راجع به این آدم کافیه، اصلا چیزی نگه دیگه. نه مرد صلح و آشتی بوده این، به قول بی بی سی و تایمز و دروغگویان دیگر غربی. این جانور حتی در سن
65 سالگی که به نخست وزیری رسید، که در 65 سالگی معمولا انسان ها به سر عقل میان، یاد میگیرن، از اشتباهاتی که در گذشته کردن پرهیز میکنن، برمیگردن به عقل رجوع میکنن. این آدم در 65 سالگی تازه آستین ها رو بالا زد و جنایاتی رو در دنیا مرتکب شد و کارهایی کرد که همونطور که عرض کردم اصلا بی نظیره، بی بدیله، یعنی همچین کسی، همچین چیزی وجود نداشته، همچین جونوری در تاریخ وجود نداشته. نگاه کنید به همین تونی بلر و همین یارو دلغک جانسون، ببینید اینا کیا هستن که نوکران سرسپرده مطلق امپراتوری هستند. در سال 1897 چرچیل جاسوس بودش و به عنوان خبرنگار به افغانستان رفته. ببینید چی میگه. میگه پشتونها میباید سروری نژادی ما را قبول کنید. هر کس که در مقابل ما بایستد کشته و نابود میشود. میگه ما به طور سیستماتیک قریه به قریه خانه ها را ویران می کردیم، چاهای آب را پر می کردیم، برای اینکه آب رو، آب آشامیدنی و آب زراعی و فلان و اینها رو جلوشو بگیرن. امارات را منفجر می نمودیم، سیلوند ها را ویران می کردیم، زمین های کشاورزی را نابود می کردیم و حتی درختان عظیم سایه گستر را از بیخ می بریدیم. فقط یک چنین اعمال غیر انسانی از امپراتوری خبیث و اشخاصی نظیر چرچیل فقط برمیاد. این مربوط به افغانستان. حالا راجع به آفریقای جنوبی. 1899 چرچیل جاسوس به عنوان خبرنگار به آفریقای جنوبی رفته و اینطور اظهار فضل میکند. اجازه دهیم اروپایی هایی که به آفریقا مهاجرت کرده اند خودگردانی کنند. معنی این حرف چیست؟ پس آفریقایی ها چه کاره اند؟ آیا معنی این حرف این نیست که سیاهان حق رأی ندارند و حق تصمیم گیری در سرزمینشان ندارند؟ حالا از این مسئله آپارتاید رو ما میتونیم بفهمیم که آپارتاید رو واقعا چه کسانی در آفریقای جنوبی گسترش دادن، کیا بودن اینا؟ به جز امپراتوری انگلیس میتونه باشه که به اسم گروه های اروپایی دیگر در آوردن توسط عوامل خودشون. ممکنه اروپایی دیگه بوده ولی عامل خود همین ها بودن. چرچیل در 1917 راجع به فلسطین اینطور میگه که در فلسطین باید اکثریت با یهودیان باشه، یعنی خودگردانی فلسطین با اکثریت یهودیان باشه. و بعد از جنگ جهانی که پایگاه نظامی امپراتوری به نام اسرائیل تشکیل شد، چرچیل از عاملین اصلی این پروژه بود که باید در منطقه نفتخیز، در منطقه نفتخیز خاورمیانه زخم عمیقی گذارد که مداوای آن زمان زیادی بکشد. اینم راجع به فلسطین. راجع به عربستان سعودی در 1922 میگوید، این آقای چرچیل میگه، من نمیگم، آقای چرچیل میگه، عربستان سعودی خوناشام و غیر قابل تحمل است، اما
اما شلوه، اما درست توجه کنید، اما همیشه به ما وفادار بوده است، اما همیشه به ما وفادار بوده است. اینو چرچیل میگه. مسئله قاشقچی دوستان یادشون هستش که سفارت عربستان سعودی در ترکیه، قاشقچی خبرنگار منتقد عربستان سعودی رو چطور تیکه تیکه کردن اینا. خب وقتی میگه خونها شامو فلان، بی خودی نگفته. همین چرچیل درو پرداخت سالیانه امپراتوری به شخص ابن سعود، وقتی اصلا اونجا رو درست کردن، عربستان سعودی رو بنیانش رو گذاشتن، سالیانه 60,000 پوند بهش پول میداد انگلیس، به ابن سعود، پایگزار عربستان سعودی. همین چرچیل، حالا ببینید چقدر کثافت از امپراتوری چطور نگهداری و پشتیبانی و حمایت کرده، 60,000 پوند کرده 100,000 پوند، به دستور ایشون کردنش 100,000 پوند. خب از این بگذریم. در سالهای حوالی 1920 مبارزین عراقی علیه انگلیس در عراق به پا خواستند که به دستور چرچیل بمب‌افکن‌های انگلیس شهرها و روستاهای عراق و مردم بیگناه را یکسره بمباران می‌کردند تا بتونن عراق رو دوباره به کنترلشون در بیارن. حالا بریم راجع به چرچیل در هندوستان صحبت کنیم. ببینید این چرچیل از هندیا متنفر بوده، از مردم دیر فرهنگ هندوستان. بله، این آقای چرچیل درباره هندیا گفته که مردم وحشی با ادیان وحشی. به دستور هیتلر باعث شد در هندوستان 4 میلیون انسان پرپر بشن، 4 میلیون انسان از گرسنگی بمیرن. البته نظیر این رو امپراتوری خبیث در ایران هم کرده، نیمی از جمعیت ما رو قبل از اینکه من دنیا اومده باشم، چند سالی قبل از اینکه من به دنیا اومده باشم، زیاد دور نیستم این اخیرا، نیمی از جمعیت ما رو، در حدود 18 میلیون جمعیت ایران بوده، 9 میلیون جمعیت ایران رو با همین عملی که در هندوستان کرده، یعنی قحطی را بندازه، یعنی خاروبار، گندم، برنج و اینطور چیزها رو بگیره و بفرسته برای ماشین‌های جنگی خودش، و همین کار رو در هندوستان کرد و کشتار و قحطی، اسمشو میذارن قحطی، قحطی بنگال در هندوستان رو همین چرچیل جنایتکار انجام داد و همین امپراتوری خبیث در ایران همین کار رو کرد. اخیراً یک اسکولار هندی که مطالعات زیادی کرده و تحقیقات زیادی کرده کتاب جدیدی نوشته که خیلی امروزه سر صدا شده تو اینترنت و اینا، و نشون میده با تمام مستنداتی که رفته جمع‌آوری کرده، نشون میده که چطور این چرچیل باعث شد که 4 میلیون جمعیت شریف هند رو بکشه با قحطی. حالا در یونان در 1944 یک قتل عام دست جمعی در خیابانها با رژیم دست راستی اونجا به دستور چرچیل، مردم رو که اعتراض میکردن رو همه رو به رگبار مسلسل بستن. تعداد زیادی از انسان‌های شریف رو برای حق حقوق خودشون به پا خواسته بودن، همه رو به نابودی کشوندند. در کنیا در 1955 زمین‌های حاصلخیز مرغوب به دستور چرچیل می‌بایست توسط سفیدپوستان اروپایی، بگویید انگل ساکسون‌ها، تصاحب شود که شد،
و 150,000 زن و مرد و کودک کنیایی به کمپ های اجباری فرستاده شدند که در آنجا با آنها تجاوز، شکنجه و تیراندازی و غیره و غیره و غیره اعمال داشتند. در 1953 کودتای 28 مرداد علیه دکتر مصدق رو دوستان عزیزم دیگه بهتر میدونن. بنابراین راجع به این مسئله زیاد من نمیخوام صحبت کنم. راجع به چرچیل بود که خواستم فقط صفات خوناشام این مرد پلید رو برای دوستانم بگم. نمونه هایش گفتم، نمونه های دیگرش رو دوستان خودشون موظف هستن که برن راجبش تحقیق بکنن اگر مایل هستید. زیاد سر دوستان عزیزم رو درد نمیارم. با شما به درود میگم. شاد و سربلند و همیشه تندرست باشید.